سرخط مهمترین خبرهای روز: ادامه کمک های هند، دهلی نو در ماه جاری 8000 تن گندم به افغانستان میفرستد. پیام سال محمد ریگستانی به تمام مردم افغانستان. و حمله نیروهای جبهه مقاومت بالای طالبان در پنجشیر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بازم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال کابلایز. تقاضا می نماییم که تا آخرین خبر با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار بدهید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. روزنامه 8 صبح در روی برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: ادامه کمک های هند، دهلی نو در ماه جاری 8000 تن گندم به افغانستان می فرستد. دولت هند با تأکید بر ادامه کمک هایش به مردم افغانستان می گوید که در ماه جاری حدود 8000 تن گندم را برای مهای گرسنگی به افغانستان می فرستد. خبرگزاری رویترز روز شنبه 14 اوت به نقل از دولت هند گزارش داد که این کمک ها از مجموعه 50000 تن گندم است که این کشور به افغانستان تعهد کرده است. قرار است که این کمک ها از طریق خاک پاکستان به افغانستان فرستاده شود. هند پیشتر حدود 2000 تن گندم از کمک هایش را به افغانستان فرستاده بود. گفتنی است که با سقوط حکومت پیشین، مردم افغانستان با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. پس از این تحولات، هند تعهد کرد که 50000 تن گندم به مردم افغانستان کمک می کند. با این حال، روند انتقال این کمک ها به دلیل مخالفت پاکستان به تأخیر افتاد. در همین حال، سالی محمد ریگستانی در روی برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: مقاومت ادامه دارد. بیاری خدا انجل جلالهو مقاومت را ادامه می دهیم. در همین حال، صفحه جبهه مقاومت ملی در روی برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: در یک حمله چریکی نیروهای جبهه مقاومت ملی برای گروه طالبان در ولسوالی نابه ولایت پنجشیر، 3 طالب کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. با تشکر از این که تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابلایز را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار بدهید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما ایزان هستیم. تا خبرهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوب و خوش داشته باشید.